به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین سنف هفتم من انجینیر محمد هادی نظری از مکتب هادی در خدمت شما عزیزان هستم با مبحث بسیار کاربردی و جذاب فیزیک سنف هفتم قبل از اینکه وارد دست شویم شاگردای عزیز من یک شماره واتساپ به شما اعلام میکنم که شما میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید اگر سوالی دارید نظری دارید میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید شماره چیه یادداشت کنید دو سفر 964 780 255 40 13 خب یک بار دیگه اعلام میکنم دو سفر 964 780 255 40 13 شما میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید خب شاگردای عزیز و نازنین این اولین باره که شما در این سال با مضمون فیزیک آشنا میشید خب قبل از اینکه ما وارد مبحث شویم لازمه که این مضمون برای شما یک توضیحاتی بیریم تا برای شما روشن شود که شما با چه مضمونی سر و کار داریم خب شما میدانید که ما به اون علومی اون دانشی که از طریق طبیعت کسب میکنیم چی میگیم؟ احسن بر شما ساینسیات میگیم دیگه ساینسیات به سه گروه یا سه بخش تقسیم میشه کیمیا، بیولوژی و فیزیک هستن خب کیمیا موضوعش چیه؟ شما حتما کتاب های کیمیای خودتون باز کردین دیگه یا درس های کیمیای خودتون خواندید دیگه کیمیا موضوعش مواد و خواص مواده بیولوژی موضوعش چیه؟ احسن بیولوژی در مورد موجودات زنده صحبت میکنه دیگه اما فیزیک چیه؟ شاگردای عزیز فیزیک از یک واژه یونانی گرفته شده این واژه رو ما برای شما روی تخت سیاه منویسم این معناش چی میشه؟ فیزیک از واژه یونانی فیزیس گرفته شده شاگردای عزیز فیزیس خب به چه معنای این واژه به معنای طبیعت هستن پس زیرش می نویسیم فیزیس به معنای طبیعت خب حالا شاگردای عزیز می توانیم فیزیک چی تعریف کنیم میگیم که فیزیک یک علم تجربیه که به شناخت پدیده های طبیعت میپردازه حالا این پدیده های طبیعت می‌تونه از ریزترین ذرات شامل اتم ها و ذرات سازنده اینها باشه تا بزرگترین ذرات مثل کهکشان ها و سیاره ها و منظومه ها در واقع هر سوالی که در ذهن ما ایجاد میشه در رابطه با طبیعت فیزیک به دنبال از یکی به او سوال جواب بده از چی طریق؟ از طریق قوانین و نظریه هایی که در فیزیک وجود داره چی سوالاتی؟ سوالاتی مثل این که رنگین کمان چه قسمی ایجاد میشه در طبیعت رعد و برق چه قسمی ایجاد میشه جایگاه من و شما در این جهان هستی در کهکشانها ها در کجا قرار داره و سوالات دیگه ای که در ذهن همه شما وجود داره در رابطه با طبیعت پس فیزیک یک علم تجربیه که به شناخت پدیده های طبیعت میپردازه خب شاگردای عزیز فیزیک سه تا اصل داره این سه تا اصل ما برای شما بیان میکنیم فیزیک بر اساس سه اصل تحقیق مشاهده و تجربه استواره پس این سه اصل چی شد؟ یک بار شما بگین احسن تحقیق مشاهده و تجربه خب مثال بزنیم در این رابطه در زمانهای قدیم دانشمندان معتقد بودند که اگر ما دو تا جسم داشته باشیم یک جسم ما کتله زیاد داشته باشه یعنی سنگین باشه یک جسم ما کتلهش کمتر باشه سبکتر باشه ما اینها را بیایم از یک بلندی همزمان رها کنیم به سمت زمین و جسمی که سنگین تره زودتر میرسه اما آقای گالیله آمد گفت من بر اساس همین سه اصل یعنی تحقیق مشاهده و تجربه میخوام اینه اثبات کنم آقای گاله آمد روی یک برج بلند به نام برج پیزا قرار گرفت دو تا جسم هم با خودش برد یک جسم کتله زیاد داشت سنگین بود یک جسم دیگه چی بود کتله کمتری داشت سبوکتر بود اینا رو همزمان رها کرد به سمت زمین با اندازگیری هایی که انجام داد مشاهده کرد که چی شد هر دو جسم همزمان به سطح زمین رسید یعنی اون نظریه دانشمندان قبلی را چی کرد؟ رد کرد بر چه اساسی؟ بر همین اساس تحقیق مشاهده و تجربه یا شاگردای عزیز وقتی که شما میرین ده حوز آب بازی برای آب بازی کردن وقتی که روی سطح آب قرار دارید یا اینکه که میرین زیر سطح آب اینا با هم فرق میکنن تا حالا تجربه کردید یا نه شما میبینید که وقتی شما به سطح آب هستید نسبت به سطح پایین آم یعنی عمق بیشتر آب شما فشار کمتری را روی بدن خودتان احساس میکنید و هرچی پایین تر میرین روی آب فشار بیشتری بر شما وارد میشه خب دانشمندان فیزیک آمدن بر اساس همین سه اصل تحقیق مشاهده و تجربه گفتن ما را یک آزمایش انجام بدیم که چه قسمیه آمدن یک ظرفی را در نظر گرفتن پر از یک مایه کردن مثل آب باز چیکار کردن سه تا سوراخ در ایجاد کردن در ارتفاع های مشخص و مشاهده کردند که از او سوراخی که در عمق بیشتری قرار داشت یعنی در قسمت پایینتری قرار داشت آب با فشار بیشتری خارج می پس با تحقیق مشاهده و تجربه اثبات کردند که هرچه فشار بیشتر شد چی میشه؟ هرچی عمق مایه بیشتر شد فشار هم بیشتر میشه سعی شد اما من یک سوالی از شما پرسان کنم به نظر شما حالا همین علم فیزیک کاربردی هم در زندگی ما داره؟ یا نه صرفا پر از فرمول و معادله ها. به نظر شما کاربردش چیه؟ من به شما کمک میکنم وقتی که شما از اتو استفاده میکنید شاگردای عزیز میخواین کالای خودتان اتو کنید خب این اتوی شما بر اساس قوانین فیزیک ساخته شده بر اساس قوانین حرارت و انتقال حرارت در فیزیک ساخته شده یا این دوربینایی که استفاده می‌کنیم این لنز دوربینایی که برای فیلم برداری برای عکس برداری برای ثبت خاطره های شاد و دلنشین زندگی خودمان از اینا استفاده می‌کنیم این لنز دوربینا بر اساس قوانین اپتیک در فیزیک ساخته شده یا باتریایی که استفاده در ساعت خانه ایمان در وسایل بازی بچه ها. اینا بر اساس قوانین انرژی پتانسیل در فیزیک یا گوشی های موبایلی که استفاده میکنید یا ساعت های زنگداری که استفاده میکنید ماه رمضان برای سحری اینا رو کوک میکنید که خواب نمانید یا صبح میخواین مکتب برین ساعت رو کوک میکنید که خواب نمانید این ساعت بر اساس امواج و امواج صوتی در فیزیک ساخته شده خب دیگه چی کار برده میتونه داشته باشه؟ میگیم که در تپ اکثر وسایل تپ که امروزه ساخته میشن مثلا برای عکس برداری از استخوان‌های داخلی بدن میان از دستگاه‌های استفاده می‌کنند که اشعه X دارن خب اینها بر اساس چی ساخته شده بر اساس قوانین اشعه X در فیزیک ساخته شده یا در رابطه با حمل و نقل شاگردای عزیز ما از موترها استفاده می‌کنیم قطار از تیاره ها از بایسکل خب اینها از قوانین حرکت در فیزیک پیروی میکنن تا این دستگاه ها رو دانشمندان تانستن که برای من شما بیسازن خب کاربرد هر چی نگاه میکنیم کاربرد های فیزیک در زندگی ما خیلی خیلی گسترده و وسیعه با عنوان یک فعالیت و یک کار خانگی شما بیاین یک فهرستی از کاربردهای های دیگه فیزیک بجوزی مواردی که ما گفتیم برای ما تهیه کنید و به شماره 20964 780 255 40 برای ما روان کنید تا ببینیم که شما چه کاربردهای های دیگه از فیزیک در در ذهن خودتان برای ما مجسم کردید خب ای شد از کاربردهای های فیزیک پس شما یک آشنایی با علم فیزیک پیدا کردید شاگردای عزیز اما کتاب فیزیک سنف هفتم شما از چند تا فصل تشکیل شده یک مرور اجمالی بر این فصل ها داشته باشیم فصل اول در رابطه با اندازگیری صحبت میکنه اهمیت اندازگیری میگه. رو میگه انواع کمیت ها رو میگه کمیت های اساسی کمیت های فرعی رو برای من شما معرفی میکنه در فصل دوم میریم در رابطه با قوت صحبت میکنه که قوت چیه؟ چه اثراتی داره این قوه؟ صحیح شد؟ پس در فصل دوم در رابطه با قوه صحبت میکنیم در فصل سوم بحث کار انرژی و توان مورد بررسی قرار میگیره اما این کار او کاری که در ذهن من شما هست نیست تعریفش کلا متفاوته که انشالله در فصل سوم که رسیدیم با این مفهوم آشنا میشیم خب فصل چهارم در رابطه با فشار صحبت میکنه فشار مایات فشار اتمسفير را فصل موارد بررسی قرار میدیم در فصل پنجم ششم و هفتم شاگردای عزیز ما در رابطه با نور خواص نور و انعکاس نور و انکسار نور صحبت میکنیم یعنی ست و فصل آخر ما کلا مبحثش در رابطه با نور هستن خب اگر آماده هستید بریم با انرژی هرچی تمامتر وارد درس اصلی شویم فصل اول با موضوع اندازگیری با هم دیگه آغاز میکنیم خب در جلسه اول قرار چه موضوعاتی رو بررسی کنیم در جلسه اول ما یک مفهوم و اهمیت اندازگیری رو برای شما بیان میکنیم در ادامه کمیتهای اساسی و فرعی را با هم دیگه یاد میگیریم و بررسی میکنیم خب بریم با همدیگر این موضوع را شروع کنیم به نظر شما اندازگیری در زندگی روزمره ما چه اهمیتی داره؟ چی ضرورتی داره؟ فکر کنید با خودتان کجاها شما از اندازه گیری در زندگیتان استفاده میکنید؟ خب، مثلا مادرتان شما را دنبال کچالو رای میکنه میگه شما برین دو کیلو کچالو، سه کیلو کچالو برای ما بیارین یعنی در واقع یک اندازه ای را به شما بیان میکنه یک مقدار میگه به شما میگه برین کچالو بیارین خب شما میگین چند کیلو بیارم؟ دو، سه، چار؟ و متقابلا شما وقتی که دم دوکانم هم میرین پیش دوکاندار میگین دو کیلو یا سه کیلو کچالو بیرین. یک مقداری رو شما بیان میکنین دیگه یا ما درجه حرارت شهرها رو وقتی میخوایم اعلام کنیم مثلا اخبار گوش میکنیم آخر اخبار درجه حرارت میگه میگه کابل امروز سی درجه بامیان 15 درجه و شهرهای دیگر رو میاد اعلام میکنه این درجه که حرارتی که اعلام میکنه چیه؟ اندازه گیری شده دیگه یا شما میخواین برین پیش خیاط نزدیک عید هستم میخواین برای خودتان کالا جور کنید سعی شد خب این خیاط اولین کاری که انجام میده با متر اندازه شما رو میگیره چرا اندازه میگیره تا بتانه لباسی متناسب با شما برای شما تهیه کنه یا میخوایم که فاصله بین دوشی هر بسنجیم مثلا میگیم بین کابل تا قندار کابل تا مزار چقدر فاصله یه؟ این فاصله باید اندازه گیری شود و بر اساس اندازه به ما بیان شود و هزاران مثال دیگه ای که ما در زندگی اهمیت اندازه گیره به ما نشان میدن خب قبل از اینکه اندازه گیری رو تعریف کنیم لازمه که دو تا واجه رو با هم دیگه یاد بگیریم این دو تا واجه چی هستن؟ اولین واجهی که میخوام یاد بگیریم شاگردای عزیز کمیت کمیت چیه؟ کمیت هر چیزی که قابلیت اندازگیری داشته باشه و ما بتوانیم این رو بر اساس یک عدد بیان کنیم میگیم کمیت در واقع کمیت چیزیه که قابلیت افزایش یا کاهش داشته باشه مثال بزنید برای من چی مثالی بتوانید بزنید؟ کابل هست از سی درجه سانتیگراد امروز شهر بامیان که سردم هسته برابر با مثلا 15 درجه سانتیگراده من از شما سوال میکنم آیا درجه حرارت کمیت هسته یا نیسته؟ احسن بر شما کمیته خب چرا کمیته؟ علتش هم در ما بگین؟ بله چون درجه حرارت قابلیت اندازه گیری داره ما اندازه گرفتیم با ترمامتر گفتیم کابل سی درجه بامیان 15 درجه اندازه گرفتیم بعد این قابلیت افزایش و کاهش داره کابل سی بامیان 15 یک شهر دیگه ممکنه که کمتر یا زیادتر بشه پس قابلیت افزایش کاهش هم داره دیگه پس درجه حرارت یک کمیت یک مثال دیگه شما بگین احسنت فاصله بین دو شهر میگیم که مثلا فاصله کابل تا مزار مزار شریف برابر با چه قصه؟ برابر با 450 کیلومتر. خب آیا این فاصله یک کمیت هست یا نیست؟ احسن کمیته چرا کمیته؟ چون قابلیت اندازگیری داره ما فاصله رو میتونیم اندازگیری کنیم بر اساس یک عدد بیان کنیم و همچنین این عدد ما قابلیت افزایش و کاهش داره فاصله کابل تا مزار اگر 450 ه کابل تا قندار فاصلهش فرق میکنه صحیح شد پس اینها کمیت به ما نشان میدن خب شاگردای عزیز شما چند تا کمیت به ما معرفی کنید چند تا کمیت معرفی کنید و به شماره 200۶4،۷۸۲۵ ۲۵۵، چه برای ما روان کنید تا ما ببینیم که شما آیا مفهوم کمیته یاد گرفتید یا نه. وقتی که کمیتها رو معرفی می‌کنید برای ما حتما علتشم ذکر کنید. بگین اگر درجه حرارت کمیت علتش ایه. اینها هم پس برای ما بیان کنید. مفهوم دیگه ای که میخوایم یاد بگیریم بحث واحد کمیت ها. واحد کمیت چیه؟ اگه حواستان شده باشه ما در مثال هایی که زدیم خب به تخت سیاه نگاه کنید گفتیم که کابل سی درجه سانتیگراده این سی که او درجه حرارت نشان میداد اما این سانتیگراد چیه؟ این سانتیگراد واحدشه با میان 15 درجه سانتیگراد و درجه حرارت دیگه سانتیگراد واحدش به ما نشان میده یا همادیم فاصله دو تا شهر بیان کردیم گفتیم فاصله کابل مزار شریف 450 کیلومتر 450 او فاصله را بیان میکنه اما کیلومتر چیه واحدش است پس واحد چی تعریف میکنیم شاگرد عزیز میگیم که واحد واحد اندازگیری هر کمیت مقدار معین و ثابتی از همان کمیت به چی منظور استفاده میکنیم؟ که یک مبنای مقایسهی برای سنجش از او کمیت به ما میده که ما با از او واحد میتونیم کمیت خودمانه بسنجیم خب طبق این تعریف هایی که کردیم یعنی کمیت تعریف کردیم واحد کمیت تعریف کردیم الان میخوام بریم اندازه گیری رو تعریف کنیم که اندازه گیری چی هست؟ تعریفش چیه؟ شما میتونید تعریف کنید برای ما اندازه گیری چیه؟ با توجه به اون مفاهیمی که یاد گرفتیم خب اندازه گیری یعنی مقایسه بزرگی یا کوچکی یک کمیت با واحد از اون کمیت هم. صحیح شد؟ به چی منظوری مقایسه رو انجام میدیم؟ تا بدانیم که کمیت ما چقدر از او واحد بزرگتره یا چقدر از او واحد کوچیکتره. پس اندازگیری تعریفش چی شد شما بگین؟ احسن مقایسه بزرگی یا کوچکی یک کمیت با واحد همون کمیت خب پس ما کمیت یاد گرفتیم شاگرده عزیز دیگه چی یاد گرفتیم؟ واحد کمیت هم یاد گرفتیم و با مفهوم اندازگیری آشنا شدیم میریم سراغ ادامه درسمان اگر ما بخوایم یک اندازگیری انجام بدیم سه تا نکته رو باید در اندازه اندازگیری خودمان مشخص کنیم این نکات چی هستن؟ این نکات من به شما میگم نکته اول گفته کمیت موارد اندازگیری را مشخص کنید چی میخوای اندازه بگیری؟ درجه حرارت اندازه میگیری؟ فاصله بین دو شهر اندازه میگیری؟ طول یک قلم اندازگی می‌گیری؟ میگیری چی میخوای اندازه بگیری شما کمیت مشخص میکنید دو یک واحد مناسب را انتخاب میکنید برای اندازه کمیت اگر در جرارت اندازه گی گیری سانتیگراد انتخاب میکنین اگر طول یک قلم اندازه میگیرین مثلا سانتیمتر انتخاب میکنین واحد مناسب را باید پیدا کنین سه کمیتی که انتخاب کردین با واحد مورد نظر مقایسه میکنید و اندازهگیری خودتان انجام این مواردی بودی که در اندازگیری شما باید رایت کنید شاید این سوالم در ذهن شما ایجاد شده باشه چی سوالی؟ میگین که خب برای یک کمیت ممکنه که واحدهای مختلف اندازگیری وجود داشته باشه مثلا در کشور خودمان ما از واحد سر استفاده میکنیم برای اندازگیری کتله اجسام دیگه خب هم... همین سر هم در شهرهای مختلف فرق میکنه سر کابل 7 کیلویه سر مزار شریف چقدر؟ 14 کیلو با هم فرق میکنه پس ما برای یک کمیت های مختلفی رو داریم در سراسر دنیا اما امروزه با توجه به پیشرفتی که در تکنولوژی انجام شده ارتباطات وسیعی که در دنیا وجود داره نیاز هستی که دانشمندهای فیزیکی که یک اطلاعاتی را کشف میکنن و دست میارن با دیگه های خودشان در دیگه, دیگه کشور شریک شرک بسازن صحیح شد؟ خب اگه این واحد ها با هم فرق کنه که اینا دوچار مشکل میشن پس در سال 1960 سازمان بین المللی اوزان و مقیاس ها آمدن یک سیستم بین المللی ایجاد کردن به نام سیستم بین المللی SI سیستم انترنشنال که در سیستم اومدن چیکار کردن اول این کاری که آمدن کردن کمیت ها را به دو دسته تقسیم کردن گفتن کمیت ما زیاد داریم یک دسته کمیت ها رو میگیم کمیت های اساسی و یک دسته کمیت ها رو میگیم چی کمیت های فرعی یک تقسیم بندی انجام دادن اولین کاری بود که سیستم اس SI انجام داد خب حالا کمیت های اساسی چی هستند شاگردای عزیز نگاه کنید کمیت های اساسی کمیت های مستقلن یعنی ما در تعریف واحد ها دیگه کاری به دیگه کمیت ها نداریم تعدادش هم هفت پس ما سه تاش در این سنف یاد میگیریم بقیهش در بالاتر یاد میگیریم اما ما اینجا برای شما معرفی میکنیم که این هفتا کمیت اساسی چی هست این هفتا کمیتی که یادتان باشه بقیه کمیت ها هرچی بود کمیت فرعی حساب میشه خب این کمیت ها چیه؟ اولین کمیت کمیت طوله طول یک کمیت اساسیه وای اندازه گیریش چیه؟ احسن واحد اندازه گیریش متر است کمیت اساسی بعدی چیه؟ کتله واحد اندازه چیه؟ کیلوگرم. کمیت بعدی زمانه واحد اندازه گیریش چیه؟ شاگرده عزیز؟ ثانیه کمیت بعدی چیه؟ جریان برقیه واحد اندازه گیریش چیه؟ امپیر کمیت بعدی درجه حرارت ده واحد گیریش کلوین هست ها. مقدار ماده واحد اندازه گیریش موله و شدت روشنایی که واحد اندازه گیریش کندلای ها. که ما با سه تاش دهی سنف آشنا میشیم یعنی طول کتله و زمان و با بقیه در سنف های بعدی آشنا میشیم شاید عزیز این هفته کمیت کمیت های اساسی ها. اما کمیت های فرعی چه کمیت های هن. اما کمیت های فرعی چیه؟ کمیت های فرعی کمیت های هن که واحد مستقل ندارن و ما در تعریف این کمیت ها چی کار مونیم؟ از کمیت های اساسی کمک میگیریم خب مثال بزنیم در این رابطه تا شما با کمیت های فرعی آشنا بشید بریم سراغ تخت سیاه. خب یک کمیت فریر من به شما معرفی منوم. کمیت سرعت ها که ما در سنف نهم بازی آشنا میشیم فقط میخوایم بدانیم که یک کمیت یک کمیت فرعیه نگاه کنید سرعت چی تعریف میکنن در فیزیک خوب حواستون باشه میگیم که سرعت فرمول معاصب بشیه میگیم فاصله تقسیم بر زمان صحیح شد؟ این فرمولشه حالا سنف نو بایی آشنا میشیم فاصله که از جنس طول دیگه یک کمیت اساسیه واحد اندازه چی چیه شاگرد عزیز؟ چی بود؟ احسن واحد اندازه متر بود زمانم یک کمیت اساسی بود واحد اندازه چی بود؟ احسن ثانیه بود پس واحد اندازه گیری سرعت شد متر بر ثانیه پس سرعت یک کمیت فرعیه چرا؟ چون واحد مستقل نداشت و ما در تعریف ازی از کمیت های اساسی کمک گرفتیم در واقع واحد کمیت فرعی از تقسیم دو تا کمیت اساسی برای ما ایجاد شد خب پس شما کمیت های اساسی و کمیت های فرعی را یاد گرفتید به عنوان یک کار خانگی شما یک فهرستی را از کمیت های فرعی برای ما تهیه کنید کتاب فیزیک نگاه کنید یک کمیت را به عنوان کمیت های فرعی معرفی کرده شما یک فهرستی برای ما ایجاد کنید یادتون باشه گفتیم کمیت های اساسی هفت و هفت هیچ و جز اونا هرچی کمیت دیگه بود کمیت فرعیه خب شاگردای عزیز اگر سوالی نظری دارید با شماره دو سفر 964 780 255 413 با ما در ارتباط باشید تا جلسه بعد شما عزیزانه و خدای منان میسپارم خدا نگهدارتون